سرخط خبرها، حزب جمعیت اقدامات فراقانونی به سود طالبان است. رضا شکو شورای کابل جلال‌آباد را مسدود کرد. نمایندگان طالبان برای آغاز مذاکرات با مارشال دوستم، سیاف و دیگران راهی ترکیه شدند و وزیر خارجه طالبان برای مذاکره با احمد مسعود وارد ایران شد. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفا تا آخری ویدیو با ما باشید. حزب جمعیت اسلامی در اعلامیه بازداشت فیض الله جلال آثار دانشگاه کابل را محکوم کرده و گفته است که اقدامات فراقانونی به سود طالبان است. خبرگزاری افاق. حزب جمعیت در اعلامیه خود به بازداشت مولوی دین محمد عظیمی از اعضای ارشد این حزب نیز اشاره کرده و آن را محکوم کرده است. در اعلامیه حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی آمده است بازداشت این فرد به دلایل، اما انگیزه روشن و واضح نشان می‌دهد که طالبان با نگاه تمامت‌خواهی دنبال ایجاد فضای ترس و وحشت در کشور و خفه کردن صدای مردم در گلویشانند. حزب جمعیت گفته است که طالبان باید بدانند که اقدامات فراقانونی این گروه از جمله محاکمه های صحرایی، ترور و شکنجه منصوبین امنیتی سابق، اختطاف و زندانی کردن نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تحکیم فضای اختناق و ارعاب بر جامعه و همچنان اعمال سیاست محرومیت زنان از همه حقوق اساسیشان نه تنها سود با آنها ندارد، بلکه اراده مردم جهت سادگی و مقاومت در برابر این گروه را قوی و مصممتر می سازد. این حزب گفته است که کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی متوجه نقض آشکار حقوق بشر توسط گروه طالبان باشد. بازداشت آقای جلال واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. سازمان عفو بین الملل بازداشت جلال را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که فوراً او را آزاد کند. این سازمان شامگاه شنبه 18 جدی در توییت نوشته است که آقای جلال به دلیل استفاده از آزادی بیان و انتقاد از طالبان در یک برنامه تلویزیونی بازداشت شده است. رضا شکو شورای کابل جلال‌آباد را مسدود کرد. در پی رضا شکو در ولسوالی سوربی شورای کابل جلال‌آباد برای ترافیک مسدود شد. این که روز یک شنبه 19 جدی در منطقه شرشر ولسوالی سوربی رزش کرده است. وزارت فواید عامه طالبان تیویت گفته است که یک تیم برای بازگشایی شورا به ساحه اعزام شده است. این وزارت از مردم خواسته است تا ادلای ثانوی از تردد در شورای کابل جلال‌آباد خودداری کنند. تاجالدین سروش، یکی از خبرنگاران افغانستان انترنشنال، در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است. اختصاصی ادریس زمان به نمایندگی از طالبان به هدف مذاکره با استاد سیاف، دوستم، محقق و شمار دیگر از سیاستمدارها امروز وارد ترکیه شد. این در حالی است که هیئت دیگر طالبان به رهبری امیرخان متقی سرگرم دیدار با رهبران مقاومت در تهران است. همچنان در پست دیگرش، اختصاصی منابع من می رساند که احمد مسعود همراه با اسماعیل خان، مولوی حبیب الله حسام، حفیظ منصور دیشب در خانه قیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران یک دور گفتگو را با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان انجام دادند، اما جبهه مقاومت دیدار احمد مسعود را رد می کند. انتقادهای گسترده طالبان فیض الله جلال را به خاطر حساب تویتری جعلی بازداشت کردند. خبرگزاری 8 صبح کابل. بازداشت فیض الله جلال استاد دانشگاه و از منتقدان طالبان در حالی که الزامیت به عمومی تبلیغ می شود واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. سخنگوی طالبان سرانجام ساعت‌ها پس از نشر خبر بازداشت این استاد دانشگاه تأیید کرد که او را برای ارائه توضیحات به نشر مطالب در یک حساب تویتری به نام استاد فیض الله جلال بازداشت کرده است. تا کنون تأیید نشده است که این حساب از سوی فیض الله جلال مدیریت می شود.
خانواده فیض الله جلال گفته است که حساب تویتری متعلق به او نیست و جعلی است. پس از نشر خبر بازداشت فیض الله جلال، نهادهای حامی حقوق بشر و شهروندان به صورت گسترده خواهان رهایی او شدند. خانواده او پیشتر گفته بود که طالبان هیچ وضاحتی در مورد اتهام جلال نداده و او را با خود بردند. ذبیح الله مجاهد که چندین ساعت بعد بازداشت فیض الله جلال را تایید کرد، توجیهات را نیز در مورد بازداشت او در تویتر مطرح کرده است. ذبیح الله مجاهد از فیض الله جلال به عنوان انسان متعصب نام برده و عکسهایی را از صفحه تویترش به نام استاد فیض الله جلال نشر کرده است. دیده می شود که دلیل بازداشت فیض الله جلال نوشته هایی که در این صفحه است که خانواده این استاد دانشگاه آن را جلی می خواند. ذبیح الله مجاهد می گوید که فیض الله جلال برای ارائه توضیحات به نوشته هایی که از سوی این حساب کاربری تویتر نشر شده بازداشت شده است. او نوشته هایی را که در این صفحه بازتاب یافته است چرندیات خوانده است. سخنگوی طالبان می گوید که فیض الله جلال مردم را علی نظام تحریک و یا آبروی مردم باز می کرد. ذبیح الله مجاهد با لحن تند گفته است که بازداشت او درس عبرت است تا باشد که کسی دیگر از آدرس استاد و دانشمند دست به چنین یاوه‌گویی، شخصیت کشی و هتک حرمت انسانها نزند. مجاهد 4 قطعه عکس از نوشته هایی را که در صفحه تویتری به نام استاد فیض الله جلال نشر شده است ظاهراً برای اثبات مدعایش نشر شده است. در این نوشته ها که دلیل بازداشت فیض الله جلال شمرده می شود، از طالبان به شدت و تندی انتقاد شده است. توضیحات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز از سوی شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری گفتند که ذبیح الله مجاهد در نقش یک قاضی و سارنوال عمل کرده است. دست کم 2 حساب تویتری به نام فیض الله جلال فعالیت می کند. همین طور صفحه فیسبوک نیز به نام فیض الله جلال فعالیت دارد. آخرین پست این صفحه نشر مصاحبه جلال در تلویزیون تولوز که در آن بر محمد نعیم از سخنگوی طالبان به شدت انتقاد کرده است. این صفحه پست دیگر نداشته است. بسیار چنان که خانواده فیض الله جلال گفته است میگویند که صفحه تویتری مورد نظر طالبان متعلق به اون است. فیض الله جلال که سالهاست در دانشگاه کابل درس می‌دهد، منتقد حکومت ساقط شده محمد اشرف غنی نیز بود. او همچنان بار در یک برنامه تلویزیونی به شدت از سخنگوی طالبان انتقاد کرد و او را به چالش کشید. گفته شده است که پس از نشر این برنامه برای او تهدید امنیتی خلق شده بود. جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر ما ببینید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.